هشدار از قطع کمک ها به انتخابات افغانستان، فشار تازه سیاسی برای آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی یا زنگ خطر از پایان حمایت جهانی، روشن نبودن زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و روشن نبودن چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخابات از سوی حکومت وحدت ملی سبب شده تا کمک کنندگان جهانی از قطع کمک هایشان به کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هشدار بدهند. 80% بودجه کمیسیون مستقل انتخابات هم از همین کمک ها فراهم می شود. در مورد اینکه این هشدار به چی منظور صورت گرفته؟ چرا کمک کنندگان جهانی به یک بارگی از قطع کمک هایشان به کمیسیون های انتخاباتی هشدار دادند؟ و این عملی شدن قطع کمک ها چی چالش های را برای کمیسیون های انتخاباتی متوجه خواهد کرد؟ من حارث جمالزاده در گفتگوی ویژه با سری رحمت برمک، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به بحث میگیریم. آقای برمک، بسیار زیاد خوش آمدین. از دید شما این هشدارها به چی مفهوم است؟ چون این هشدار میبینیم که به پیشینه است و پیش از این گاهی نهادهای کمک کننده جهانی هشدار نداده بودند برای قطع کمک های مالی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر بینندگان تلویزیون تلو نیوز. خب من فکر میکنم که هشداری که از طرف جامعه بین المللی صورت گرفته، هشدار نسبت به قطع کمکهایشان به افغانستان و بخصوص برای کمیسیون مستقل انتخابات نیست، اما هشدار نسبت به بسته کردن پروژه انتخابات است که ما که در چارچوب کمیسیون مستقل انتخابات تا به حال فعالیت میکرد. خب همونطور که شما میفهمید که پروژه از نامش وایداست که برای یک مقطع خاص زمانی ایجاد میشه برای حمایت از یک کار مشخص، و پروژه انتخابات هم همونطور که شما دیدین هستین که این پروژه ایجاد شد تا اینکه ما بتانیم انتخابات ریاست جمهوری را و دنیا ما را از طریق پروژه کمک بکنه تا ما انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی که باید ما برگزار میکردیم، رو انتخابات ما از طریق همین پروژه ما باید برگزار میکردیم که متاسفانه ما انتظار را که دنیا هم داشت از دولت افغانستان بخصوص کمیسیون ها که ما باید با وجود که ما تاریخ تقویم انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را از طرف کمیسیون تصویب شده بود، ما را در اختیار دولت افغانستان قرار دادیم و ما شما میفهمین که کمیسیون بدون حمایت دولت افغانستان کار را انجام داده نمیتونه. اما فکر نمیکنین که این تصمیم کمک کنندگان جهانی هم به اساس از اینکه تا اکنون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص نیست و کارهای عملی هم ظاهرا از سوی کمیسیون انتخابات روی دست گرفته نشده، فکر نمیکنین که به می اساس این هشدار هم روی دست گرفته؟ خب من میخواستم در این بحث در این نقطه برسم که حالا این امکاناتی را که دنیا قطع کرده بالای کمیسیون قطع نکرده، اما بالای پروژه که ما را حمایت میکردن از طریق ملل متحد بالای پروژه قطع شده، با دلیل از اینکه ما کدام آپریشن یا برنامه عملیاتی انتخاباتی نداریم روی دست، و اونا گفتن تا زمانی که شما تقویم انتخاباتتان را تعیین نکنین، تا زمانی که مسئله انتخابات واضح نشه، ما به انتخابات به این پروژه کمک نمیکنیم. اینه نگفتن که کمک ها قد است بالای کمیسیون، اما گفتن که پروژه باید بسته شه. همین پروژه به نام الکت ما داریم، الکت دوم یا الکت تو، این پروژه در فعل در حال بسته شدن است و سر مرحله جدیدی از این پروژه کار روان است، یعنی تا دو ماه دیگه ملل متحد شاید یک برنامه جدید یا یک پروژه جدید دیگر به کمیسیون مستقل انتخابات دیزاین بکنه و ما را باز در برگزاری انتخابات که قرار است سال آینده یا هر وقتی که دولت افغانستان نسبت به برگزاری انتخابات با ما هم چراغ سبز سیاسی نشان بده و ما را کمک بکنه، طبعا کمک های دنیا اثر گرفته خواهد شد و ما انشاءالله بدون کمی کاسی کار خود پیش خواهد برده. اما فکر نمیکنین که این هشدارا خیلی جدی است؟ چون ظاهرا 80% بودجه کمیسیون انتخابات از این کمک ها فراهم شد. خب یک چیز دیگه است که جا داره که اینجا ما از طریق تریبون شما از تکس پیرا یا از کسایی که تکس میتن در کشورهایشان مالیه پردازای کشورهای اروپایی که تا به حال در 10 سال گذشته کمیسیون مستقل انتخابات بدون کدام کمی و کاستی یا خلل در کار ما کمک کردن، جا داره که بنمایندگی از کمیسیون ما از تمام کشورهای تمویل کننده سپاسگزاری بکنیم، ازشان تشکری بکنیم که در 10 سال میلیون ها دلار که امروز میلیون ها دلار در راستای انتخابات و دموکراسی اینا به مصرف رساندن و حالا که این کمکشان فی الحال
سر پروژه قید شده به معنی از این نیست که کمک بالای کمیسیون قطع کردن و ما تلاش داریم و نگرانی جدی که ما داریم حالا نسبت به شرایط موجودی است که ما یک تعداد کارمندایی که در سطح کمیسیون داریم کارمندایی است که بالاشان سرمایه‌گذاری صورت گرفته یک احتمال خطر است که ممکن ما این کارمندا را دست بدیم اما در مجموع چون پروژه بسته میشه پروژه چون به مقطع خاص ایجاد شده بود و کارمندایی که در چارچوب پروژه کار میکردن او پروژه بیشتر از تقریبا 900 نفر است که بیکار میشه که این بیکاری خودش یک باران تازه را البته ایجاد میکنه و ما بسیار متاثر هستیم از اینکه ما بیشترین همکارای خود در این مرحله دست میدیم و دلیلش است که پروژه بسته شده ما کدام امکانات یا بودجه دیگه نداریم کمیسیون مستقیم انتخابات در هماهنگی با عدالت افغانستان فعلا کار داره ما با وزارت با وزیت مالی هفته گذشته مجلس داشتیم نگرانی‌ها را شریک کردیم که باید خود دولت افغانستان پیشگام شود نسبت به این مسئله حالا در 10 سال دنیا برای ما امکانات داد ما بیشتر باید با امکانات افغانی خود انتخابات افغانی باید برگزار بکنیم حالا اگر فردا دنیا میره 100 میلیون دلار دیگه وجود نمیداشته باشه ما باید عیار باشیم برای اینکه همیشه پول دونرا و جامعه بین المللی نیست شما میتونید که در جیران هستین حالا این امکانات را که ما 2 سال 3 سال پیشتر داشتیم حالا نداریم و ما باید همون که در دیگه ساحه ترانزیشن یا انتقال صورت گرفته باید در مسئله انتخابات هم باید انتقال صورت خب اگر این کمک ها قطع شود در بودجه کمیسیون مستقل انتخابات چقدر بودجه است یعنی توانایی از این داره که انتخابات را برگزار کنه بدون حمایت مالی کشورهای کمک کننده در حال حاضر هیچ اصلا امکان نداره و ما پیشتر هم گفتیم که شما در مقدمه صحبتاتون گفتین که 80% بودجه کمیسیون جامعه بین المللی تا به حال پرداخته تا به فعلا هم ما تمام امکانات ما از طرف ملل متحد یا UNDP که دونرها پول میتن بر اونا از طریق پروژه الک ما اونا این مصارف ما پرداخته میشه خب ما متوقع از این هستیم که وزارت مالی افغانستان در مجموع دولت افغانستان باید یه ابتکار عمل به دست بگیرن و سالانه حداقل 10% یا 20% به بودجه کمیسیون اینا علاوه بکنن تا اینکه باز ما با چنین مواردی که مثال دنیا رفته پول سر پروژه پول قطع کرده باز ما میتونیم بحران مدیریت بکنیم اما متاسفانه تا 10 سالی که گذشته کوچکترین کمک دولتی نسبت به کمیسیون صورت نگرفته و تمام مصارف عملیاتی ما کلش از طریق جامعه بین المللی پرداخته شده به من خاطر است که ما باید سپاسگزار باشیم که تا به حال دنیا کمیسیون مستقل انتخابات سپورت کرده و بعد از این باید دولت ما پیشگام شون جدی بگیرن این مسئله را بسیار زیاد و حداقل بتونه 50% بودجه انتخاباتی را انتخاباتی باید از طریق دولت افغانستان پرداخته شه یا ای که ما طرحهای مشخص خود داشتیم نسبت به برگزاری انتخابات که ما باید انتخابات با مسد سویه خود برگزار بکنیم انتخابات افغانی بسازیم مصارف خود افغانی بسازیم تا ای که ما در مثال با کشورهای دیگه رفتیم ما به سریلانکا رفتیم انتخابات ریاست جمهوری از اونها با 15 میلیون واجد شرایط اونها هم آمادگی گرفته بودن 25 تا 30 میلیون دلار اونها از انتخاباتشان از اینه دمو وقت که ما پرسانشان کردیم گفت انتخابات ما گفت تقریبا 30 میلیون دلار مصرف شده گفت انتخابات سریلانکا 30 میلیون دلار مصرف شده بود اینا ما معنی چیز است ما متوقع عزیزیم که ما باید مطابق با چارچوب انتخاباتی خود و چارچوب مو وضعیت اقتصادی افغانستان ما باید انتخابات را برگزار بکنیم که متاسفانه در 10 سال گذشته کوچکترین توجه بالای پروسه انتخابات که چطور ساده شود این ساده سازی باید صورت بگیره حالا ما همیشه بیشتر به طور مثال تمام مواد انتخاباتی ما در هر دوره‌ای که بوده به بیرون از افغانستان چاپ شده ظاهرا این فشارها بیشتر به خاطر ازی است که برخی از اصلاحات در کمیسیون انتخابات بیاید و در رهبری کمیسیون انتخابات تغییرات به وجود بیاید فکر میکنین تا وقتی که این اصلاحات بنیادی در کمیسیون انتخابات به وجود نبیاید فکر میکنین که این کمک ها دوباره سر گرفته شود یا پروژه دیگه روی دست گرفته شود خب ظاهر قضیه همی است که دنیا متوقع از این است که باید اصلاحات در کمیسیون در مجموع در سطح کمیسیون هم وارد شود حالا که این اصلاحات سیاسی است اصلاحات تکنیکی است هنوز واضح نیست و مورد دومش مسئله تایملاین یا تقسیم اوقات انتخاباتی است اونا واضح گفتن که ما
در این ای پروژه در این فیز کار خود انجام داده و دنیا حال تب تلاش داره یا به UNDP بیشتر که از آدرس UNDP تمام تمویل کننده ما را حمایت میکنن، اونا در صدد هستند که یک مرحله با در سر یک فیز نو یک پروژه جدید کار بکنن که آیا که باز این فیز نو یا پروژه نو ما را با امی امکاناتی که فعلا ما را حمایت میکردن آیا با امی امکانات ما را کمک میکنن یا شاید فرق بکنن. تا جایی که من ادلا دارم فیز نو پروژه انتخابات فیز پالیسی ساز برای کمیسیون مستقل انتخابات بود نه فیز آپریشن یا فیز عملیاتی. اما ظاهرا کشورهای کمک کننده بسیار روشن گفتن که تا هنگامی که در رهبری کمیسیون تغییرات نبیاید اونا کمکایشون رو دوباره اثر نمیگیرن. خب ما در مصاحبه قبلی خودم گفتیم که در سطح رهبری کمیسیون هر نگرانی هر موردی که نسبت به ما وجود داره باید اون موارد واضح شود. ما نمیتونیم در یک در ابهام در یک سردرگمی ما همیشه اصلاحات بکنیم و کشور رو به بحران بکشانیم. خب وقتی که شما میفهمید که حالا ما قرار بود که در دوی سر باید انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی برگزار میکردیم، اما متاسفانه نسبت به مو سردرگمی های سیاسی که نسبت به اصلاحات در انتخابات وجود داره تمام موارد به می شکل مبهم مانده. واضح نیست که اصلاحات به چی شکل، اصلاحات در کدام سطح. ما ماده هستیم، ما همیشه گفتیم که اصلاحات باید چارچوب قانونیش مشخص شود. اگر کمیسیون اصلاحات انتخابات ویژه اصلاحات انتخاباتی که جور شده اگینا از طریق از اونا اصلاحات وارد میکنن در نظام انتخاباتی یا اجازه میتن که خود کمیسیونی کار بکنه، ما همیشه آماده اصلاحات هستیم و ما تاکید ما در مجموع اکثر کمیشنر صاحبا و کمیسیونی است که ما بدون توقع ما است که ما بدون اصلاحات با انتخابات بعدی نخواهد رفتیم. این متاسفانه که حالا کاری که فعلا همه چیز متوقف به خاطر ازی است که ما به طور مثال در 24 ولایت خود رئیس نداره می لازه. 24 ولایت ما سرپرست ها از ریاست رئیس های ما سرپرست هستن. بیشتر از 200 چند بست ما در داخل دفتر مرکزی ما خالی است، بستای دولتی ما که همش نیاز به همکاری دولت افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری داره که با ما همکاری میکنن. ما چندین بار از به کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه میکنیم فرصت بر ما بدن که ما این پست ها را از طریق رقابت آزاد یا همکارای تکنیکی ما را استفاده میکنیم. متاسفانه چراغ سبز بر ما داده نشده که انتظار میکشیم. خب حداقل اعتماد سازی از جانب کمیسیون انتخابات هم صورت می گرفت تا اینکه زمینه باز شد به خاطر آوردن اصلاحات. یعنی تا حال شما پیش از این معرفی گفته بودین که افراد زیاد در داخل خود کمیسیون هستند که اینا دست داشتن به تخلف و تقلبای انتخاباتی. از این جمله شما چقدرش به دادگاه معرفی کردین و چند دوسیه را شما بررسی کردین به صورت کامل تا اینکه یک اعتماد نسبی که با وجود به تا اینکه دیگه حکومت وحدت ملی یا کشورهای کمک کننده هم توجه کنند به اینکه این کمیسیون دیگه میتونه باز انتخابات برگزار کنند. خب ما یک قسمت هم کارمندای روز انتخابات که دست به تخطی و تخلف انتخاباتی زده بودن ما اونا را به کمیسیون شکوه انتخاباتی معرفی کردیم. مطابق قانون کمیسیون مستقل انتخابات باید که متخلفین و متقلبین کلش باید به کمیسیون شکوه انتخاباتی معرفی بکنه. کار کمیسیون شکوه انتخاباتی است که باز اونا از طریق از چینل از اونا به مراجع عدلی و قضایی اونا امو سورت میکنن مواردی که موارد جرمی شروان میکنن بر وزارت به اولای سرمالی افغانستان و موارد دیگه شه که قانون به صلاحیت خودشان است اونا برش رسیدگی میکنن. اما در مجموع اصلاحات را که ما از دید ما هست اصلاحات باید سلیقه‌ای بیشتر نباشه و ما 9 نفر کمیشنر هستیم به شمول رئیس. نظر ما ای است که نسبت به هر کدام ما بازم این تکرار میکنم نسبت به هر کمیشنر در صورتی که اسناد مدارک وجود داشته باشه او اسناد مدارک بر دولت افغانستان بر نهادهای عدلی و قضایی بسپارن که برش رسیدگی شوه. حالا به می سردرگمی ما نمیتونیم سالهای دیگر هم سپری بکنیم تا اینکه باز مرحله ما ختم شود. ما نظر ما ای است که کمیشنر صاحبایی که کار خوب کردن کار پا کردن مطابق با مسئولیت های قانونی خودان عمل کردن نه تقدیر شون. کسایی که کار خراب کردن هر کسی که از دست کمیسیون پاکاری باید صورت بگیرن. اما ای که انتخابات ریاست جمهوری به بحران کشیده شد و همگی دیدن که انتخابات نتیجه که باید می داشت نداشت، پس فکر نمیکنین هر کس در کمیسیون انتخابات که کار میکنه به ذم خودش در این ناکامی دست داره؟ خب این بحرانایی که
در اون زمان ما شاهدش بودیم، تنها باران ضعف کمیسیون در کار انتخابات نبود. دستای بیرونی هم کار میکرد در انتخابات گذشته تا اینکه انتخابات با باران کشانده شود. اما متاسفانه که ما از چون از مدرسه خود کار میکردیم، دستای بیرونی ما نتونستیم کنترل بکنیم و دستای داخلی هم وجود داشت. مافیای داخلی هم وجود کار میکردن که انتخابات باید با باران بره. شما متوجه بودین که در انتخابات گذشته راوند مرحله اولش بسیار همه مردم از انتخابات افغانستان راضی بودن. همه تقدیر کردن کمیسیون مستقل انتخابات و ما میکانیزمایی را که نسبت به شفافیت برگزاری انتخابات به تامین شفافیت داشتیم، همه نهادهای مدنی ما را تقدیر کردن. اما متاسفانه وقتی که ما چون به مرحله دوم رفتیم و افغانستان هیچ گاه تجربه راوند دوم انتخاباتی را در افغانستان نداشت، متاسفانه انتخابات رفت به باران، مردم به صنف‌های مختلف تقسیم شدن، کش و کشمکش ها صورت گرفت، مافیا، دستای خارجی همه در پشت انتخابات کار کردند. تنها ضعف کار کمیسیون نبود که کمیسیون بیشتر ملامت بوده باشه که حالا کمیسیون ضعف کمیسیون سبب شد که انتخابات به باران بره. نخیر، نه، ضعف دستای بیرونی بیرون از کمیسیون وجود داشت که انتخابات به باران بکشانند، به خاطر اینکه اگر کمیسیون ضعف می داشت چرا در مرحله اول انتخابات از خود ضعف نشان نداد؟ درست وقتی که ما در مرحله اول از خود شایستگی نشان دادیم، کار خوب انجام دادیم، باز در مرحله دوم ما را به باران کشاندن. شما را به باران نکشاندن. سطح رهبری در کمیسیون انتخابات قرار داشتین و یک بخش بسیار بزرگش زیر رهبری شما بود. چطور زیر نظر شما گروه های مافیایی داخلی تانستند که در انتخابات دستکاری کنند؟ و حداقل ما و شما شاهد یکی از مقامات کمیسیون انتخابات بودیم که جار جنجال های زیاد را برپا کرد تا اینکه مجبور شد تا استعفا بده. خب در مو مقطع زمانی که ما از قضیه پیش ما منتفی است، ما نظر مویی است که پیشتر مشاره کردم که نسبت به هر عضو ارشد کمیسیون که چی هست، چی نیست، چی موجود است، چی نیست، باید برای رسیدگی شود، چون سرنوشت مردم افغانستان در دست اینمی اعضای ارشد کمیسیون بود. در مو زمانش حالا ما از انتخابات بعدی هم انتخابات پیشوری داریم، شاید با این بحران ما مواجه شیم. اما نظر مویی است که باید برش رسیدگی شود. حالا وقتی که دولت مدارای ما به کرسی نشستن، با زیاد شاد میره همه چیز. درست؟ ما میگیم که در صورتی که ما کار خراب انجام دادیم در مجموع، چه کارمند عادی است، چه کارمند ارشد است، باید برش رسیدگی شود، مجازات شوند که هیچ کسی دیگه در افغانستان دست به تقلب و جل و تقلب نزنه. وقتی که شما میبینید در 10 سال گذشته هر کسی هر کاری که کرده بدون پاداش باقی مانده، اصلا مجازات نشده. شما این خاموشی حکومت و این خاموشی کمیسیون رو در چی میبینین که حداقل روی مواردی که بسیار مهم بود و جنجال برانگیز بود هیچ توجه نشد، نه حکومت و نه کمیسیون روی از او کار کردن و او پرونده را بسته کردن؟ خب این کار من نمیخوام روی مسائلی که مربوط ما نمیشه، از دید ما خب بیشتر اشاره کردیم قضای گذشته کلش منتفی از ما نمیخوام روش بیشتر بحث بکنیم. اما من شخصا متوقع از این هستم که به تمام پرونده ها رسیدگی شود. کسایی که از وظایفشان سوء استفاده کردن، کسایی که قوانین انتخاباتی را نقض کردن، مطابق به قانون انتخابات عمل نکردن، در سطح کس، اگر من کمیشنر هم هستم وقتی که اسناد نسبت به من پیدا میشه یا وجود داره که ما کار را انجام دادیم خلاف قانون، خلاف مسئولیت های ما مجازات شدیم، نه که بریم باز به خانه خود بشینیم. اما این که مجازات نمیشون، اراده فکر میکنین در حکومت وجود نداره یا کسایی که در رهبری حکومت هستن اینا هم بخش از تقلب هستن و نمیخواین که به این موضوع رسیدگی کنند؟ خب ما بیشتر هم گفتیم که کار دولت افغانستان است، دولت افغانستان باید بر رسیدگی بکنه. حالا خاموشی دولت افغانستان شما میتونین از دولت مدارا پرسان بکنین، از سخنگوی رئیس جمهور پرسان بکنین یا از رئیس اجرایه، این مربوط به ما نمیشه. بحث قطع کمک ها را شما چی بررسی میکنین؟ از دیدگاه شما این هم کدام فشار سیاسی در قبالش است یا واقعا کشورهای کمک کننده خودشان تصمیم گرفتن تا یک هشدار بتن تا ای که امو اصلاحاتی که نیاز است به وجود بیاید و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص شد؟ خب دقیقا وقتی که تمویل کننده ها پول میتن،
کلش خب طبعا جنبه سیاسی داره دیگه. حالا وقتی که تمویل کننده ها افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات کمک میکنن، قوارای ما خوششان نمیاد که بخاطر قوارا و چهرهای ما رای پول بدن، بخاطر نهاد رای میدن، بخاطر تقویت دموکراسی در افغانستان رای میدن، کلش جنبه سیاسی داره. بخاطر نهادی نشدن انتخاب امی نظام انتخاباتی رای پول میدن. همه این موارد هست که خود پروسه انتخابات یک پروسه سیاسی است. وقتی پروسه سیاسی است درست، تمام تمویل کننده هم که پول میدن بیشتر جنبه سیاسی داره نسبت به جنبه تکنیکیش، اما موارد تکنیکیش هم که اونا کمک میکنن از لحاظ اون موارد است که باید افغانستان سر پای خود استاد شد، نهادهاشان بیشتر تقویه پیدا بکنه. و در اون قسمت ما کدام گپ گفته بیشتر نداریم، اما بیشتر ما باید خود ملامت بکنیم دولت در مجموع. ما جز دولت افغانستان هستیم که ما چرا در 10 سال تا 10 سالی که گذشت میلیون ها دلار دنیا برای ما کمک کردن، درست که ما انتخابات نهاد از سرپای استاد بکنیم که تقریبا کمیسیون امیال سرپای خود استاد شده، هم ما هنوز هم وابسته هستیم. درست باید دولت افغانستان، وزارت مالی افغانستان سالانه یک پولایی که در نهادهای بیرونی بسیاری نهادها است که هیچ اصلا هم دستاوردشان معلوم نیست مصرفشان، باید کم کنن از این نهادها در اختیار کمیسیون انتخابات قرار بدن، بودجه انتخابات حمایت بکنن. که ما خب وقتی که معاد نکنن، چند روز بعد شما میبینین که در ماه آینده بعد از اول سرطان یک قوا فلج میشه. خب از جنبه سیاسی گفتین، فکر میکنین که یه هشدار در هماهنگی با رهبرای حکومت وحدت ملی صورت گرفته باشه؟ خب ما در قسمت شخص خودم اطلاع ندارم، اما تا جایی که ما مربوط ما میشه طبعا یک میتونه هشدار سیاسی باشه دیگه، به خاطر اینکه چیزی که دنیا متوقع است، دولت مدارای ما متوقع هستن، این تعریف نشده، تعریف نشده از بود سیاسی که اونا فکر میکنن. حالا ما میگیم که اگر شما میخواین اصلاحات وارد بکنین در کدام سطح، اگر قرار باشه که اصلاحات دور شدن 8-9 نفر کمیشنر باشه، که این بیقه کشمکش و جنجال ها دیگه نیاز نیست، باید بشینیم صحبت بکنیم در صورتی که ما کدام از ما کدام خطای صورت گرفته باشه، یا کدام ما کدام سوء استفاده کرده باشیم از صلاحیت های وظیفه‌ای خود، کار خود به شکل درست انجام نداده باشیم، ما میدانیم باز جواب بودیم. من به رئیس دولت افغانستان و هم رئیس اجرایی هم درست هستن، میشینیم امراشون صحبت بکنیم. اما اگر موارد چیز دیگه باشه که ما ندانیم و هر روز هم انتخابات به تعویق افتیده رفت و ما امروز یک مابات یک قواره دست میتیم، شاید ما به یک باران تازه دیگه با شاید مواجه شیم. و چالش های بسیار جدی که متوجه کمیسیون انتخابات خواهد شد پس از اینکه کمک ها قطع شود چی خواهد باشد؟ خب طبعا یک از چالش های بسیار کلان که سر رای ماست، ما بسیاری کارمندان خود هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت از دست میتیم. مصارف روزمره عملیاتی است که ما نیاز داریم که باید دولت افغانستان ما رو کمک بکنه. اما خوشبختانه مجلس یک ما با وزیر مالی هفته گذشته داشتیم، وزیر مالی تیم تکنیکی را ایجاد کردن که روی از این مسئله کار بکنن تا ای که چقدر دولت افغانستان چه مقدار پول دولت افغانستان میدونه با ما کمک بکنه در مرحله که ما اصلا انتخابات نداریم و چه مقدار پول باز دونرا میتونن دوباره به ما کمک بکنن. اما خب چون در مرحله عملیاتی انتخاباتی نیستیم، بسیار چالش کلان مواجه ما نیست، اما چیزی که بسیار چالش برای چالش‌زا است از دزدان یک سری کارمندای است که بیشتر اشاره کردم که تقریبا 966 نفر بیکار میشه. مسئولیت از این که انتخابات برگزار نشد به کی برمیگرده؟ چون پس از یک ماه عملا پارلمان افغانستان غیر قانونی میشه، چون فرصتش تمام میشه و نیاز است که نماینده های تازه به مجلس معرفی شوند. من فکر میکنم که سوال بسیار عمده و مهم شما همی است که باید مردم بدانن که این مسئولیت متوجه کی است. مسئولیت متوجه هم کمیسیون هم دولت افغانستان، بیشتر متوجه دولت افغانستان، کمتر متوجه کمیسیون مستقل انتخابات، کمتر به دلیل که ما تمام پیشنهادات مشخص خود برای دولت افغانستان فرستادیم 8 ماه پیشتر. در 8 ماه گذشته ما چندین بار تماسایی را که داشتیم با آقای سرور دانش نشست داشتیم، با رئیس جمهور مجلس داشتیم، تمام پیشنهاد اما گزینه‌هایی را که ما داشتیم در اختیارشان قرار دادیم. حتی پاسخ از اونا چی بوده به پیشنهادات شما که راه کردیم؟ از ما فرصت خواستن که شما بر ما وقت بدین، ما بر زیر ما ان شاء الله امرایتون میشینیم باز دوباره مجلس میکنیم. خب ما مجالس متعدد داشتیم با بخصوص با رئیس دولت افغانستان، اما تا به حال
اینمی امکانات مالی که امروز قطع شده، حداقل یک قسمتش که روان ما را به شکل روزمره کمک میکنه، یه هم قطع شده، اینمی امکانات با از این انتخاباتی در اختیار ما قرار داده نشد، به مخاطر انتخابات به تعویق افتید. اما کمیسیون کار خود انجام داده بود. کمیسیون دوی ثور که گذشت، دوی ثور روز انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی تعیین کرده بودند، تصویب کرده بود و حالا ما این ردیس داریم. و از نظر فنی کمیسیون آمادگی خود داشت به خاطر برگزاری انتخاب؟ طبعا وقتی که ما پروپوزال مشخص بر دولت افغانستان دادیم، ما در پالی از او همون تایملاین مشخص اصلاحات را که نیاز داشتیم وارد میکردیم، آمادگی را که نیاز داشتیم و آمادگی ها را میگرفتیم که تا ما به انتخابات باز با اون وقتش برگزار بکنیم. حالا از دید ما، وقتی که ما مطابق قانون اساسی افغانستان نتونیم باز انتخابات برگزار بکنیم، بخصوص انتخابات ولسی جرگه، یک روز تاخیر، دو روز تاخیر، یک ماه تاخیر، یک سال تاخیر، کلش یکی است. خب حالا که تاخیر صورت گرفته، باید چارچوب نظام انتخاباتی باید اصلاح شه، موارد اصلاحی را که مردم افغانستان متوقع است، در این فرصت ما بتونیم استفاده بکنیم و اصلاحات وارد بکنیم. یعنی بازم تاکید میکنیم که چون حالا فرصت هست دیگه، حالا تاخیر صورت گرفته، فردا که دولت افغانستان جواب میده که چرا انتخابات برگزار نشد، یا ما جوابگو ما خواهد بدیم یا دولت افغانستان، این مواردی است که با آینده برمیگرده، که در صورتی که باز مردم افغانستان پرسان بکنن، ما جوابای خود واضح داریم که ما چی کردیم، دولت افغانستان چی کرده. در یک جمله، هنوز هم معتقد هستین که برگزاری انتخابات اگرچه تاخیر هم شده، با رهبری کنونی در کمیسیون انتخابات بحران آفرین است؟ دقیقا، ما همیشه گفتیم که بدون اصلاحات، در گذشته هم گفتیم و حالا میگیم که تا ما اصلاحات در رهبری کمیسیون وارد نکنیم، ما باید مردم دیگه، یا ما متوقع انتخابات شاید خوبتر و بهتر شخص خود من نخواد بودم، به خاطر از اینکه ما مواردی است که نزد ما است که باید او موارد اصلاح شود، هم در سطح ما، در سطح رهبری، هم در سطح وقت رهبری میگیم تنها باز همین نو نفر نیست، وقتی که ما رهبری میگیم از ما شروع، از سطح مجریای ما تا به مجریای ولایتی ما، بیشتر اشاره کردیم که 24 ولایت ما سرپرست است، ما با سرپرست نمیتونیم انتخابات برگزار بکنیم. و در عین زمان دید مردم، نگاه مردم باید دور ما جدی بگیریم که مردم واقعا میخواه یا نمیخواه این کسایی که قبلا انتخابات مجری انتخابات بودن. به عنوان پرسش آخر، هنوز هم نگرانی های وجود داره از این که گروه های مافیایی در داخل کمیسیون هنوز هم فعال هستند و احتمال از این وجود داره که اگر انتخابات برگزار شوه بحرانی تر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری گذشته باشه؟ خب دقیقاً همونطور که شما میفهمید که مافیا تنها در سطح سیاسی وجود نداره، مافیا اقتصادی وجود داره. وقتی که اقتصاد ما مافیایی باشه، طبعاً باز این تاثیراتش روی مسائل سیاسی هم میباشه. وقتی که اقتصاد سیاه داشته باشیم، تاثیراتش مستقیم میاد روی روند انتخابات یا مو انجینری انتخابات. اصلاحات، پاکاری در روند انتخابات یک شرط حتمی است. ما باید این اصلاحات را باید وارد بکنیم. اما ای که ما میتونیم باز دست مافیای انتخاباتی را از داخل کمیسیون دور بسازیم، این به زمان بیشتر نیاز داره، به خاطر از اینکه در 10 سال گذشته شما دیدین که در هر انتخاباتی که ما برگزار کردیم، اون انتخابات به باران کشانده شده، در هر انتخابات رهبری تغییر کرده. اما دید ما حال ای است که باید نظام انتخاباتی باید اصلاح شود، اول ساختار انتخابات باید جور شود، باز سر افراد بیشتر بس شود، نه اینکه اول افراد شما همیشه در گذشته افراد تغییر کردن، نظام انتخاباتی به جای خود باقی مانده. اما ما پیشنهاد ما است که چون از این فضا مافیای گروهای مافیایی استفاده خود نکردن، سوء استفاده خود نکردن، هم در سطح سیاسی هم در موارد دیگه، اما نظر ما است که اول نظام انتخاباتی اصلاح شود، ساختار انتخابات مشخص شد، مردم بفهمند که با چه شکل میرن رای استعمال میکنن، ساختار برای مردم افغانستان باید واضح باشه، تا که اعتماد مردم نسبت به پروسه باستقوی پیدا بکنه. در غیر از اگر بازینمی فقط همیشه رهبری تغییر بکنه، یک چهار نفر بره، چهار نفر دیگه بیا، با ساختار با جای خود باقی بانه، ما با شما اطمینان میدم که ما 20 سال دیگه هم شاید انتخابات خوب نخواهد داشتیم، همیشه انتخابات ها شاید به باران کشانده شد. تشکر از حضورتون. تشکر.